چیز موجب وقوع زلزله می شود. لرزش زمین در پی آزاد شدن ناگهانی انرژی در لابلای سنگ ها و صخره های پوسته زمین رخ می دهد. سنگ ها داخل زمین ترک خورده و در کنار هم سر می خورند که موجب بروز زلزله ها می شوند که زمین را می لرزاند. هنگامی که صفحات تاو تکنیک زمین جدا شده و بر دیگر سایده می شود، این تغییر ناگهانی موجب آزاد شدن انرژی بسیار زیادی می شود که به عنوان زلزله شناخته می شود. صفحات تک تونک با تغییر مکان ممکن است در یک دیگر قفل شوند. سنگ بستر سفت و سخت زیر خاک انرژی خود را بر سنگ بستر دیگر صفحه زمین وارد می کند که در این شرایط هیچ یک به دیگری اجازه عبور نمی دهد. تغییرات مداوم صفحات زمین موجب انباشت انرژی بین آنها در سطوح زمین می شود. در نهایت سنگ بستر مابین صفحات زمین در هم شکسته و با آنها اجازه می دهد از یک دیگر عبور کنند. در این لحظه انرژی بسیار زیادی که در میان صفحات زمین انباشته شده بود با یک بارگی آزاد می شود. دقیقا چیز شبیه به رهاسازی تیر از کمان. اینجاست که زلزله به وقوع می پیوندند. نقطه‌ای که این شکستگی در اعماق زمین رخ می‌دهد مرکز زلزله نام دارد. نقطه‌ای از سطح زمین که دقیقاً روی مرکز زلزله‌ها قرار می‌گیرد کانون زمین لرزه نام دارد. انباشته شدن انرژی و نیز آزادسازی ناگهانی آن موجب بروز حوادث غیر قابل کنترل می‌شود که ممکن است به هر سمت و سوی کشیده شود. امواج با وجود آمده و در پای زمین لرزه سطح‌ها و لرزش‌های در سطح زمین ایجاد می‌کند. این حادثه همان بخش مخرب زلزله است که بیشتر ساختمان‌ها نیز در مقابل آن مسئول نیستند. چرا زلزله رخ می‌دهد؟ شاید زمین ثابت و غیر قابل تغییر به نظر رسد، اما حقیقت این است که سطح سیاره‌ها مانند لایه نازک متشکل از تکه‌های سنگ است که روی یک توب داغ و مواد مذاب شناور است. صفحات تک تونک زمین در پی جریان‌های موجود در لایه‌های پایینی گوشه زمین دائما در حال تغییر مکان و سایده شدن هستند. مرکز کره زمین به دلیل دما و نیز فشار بالا بسیار همواره به طور مذاب است. مرکز زمین بسیار به هم فشرده است که خود موجب گرمای شدید آن یعنی حدود 6000 درجه سانتیگراد می شود. همچنین مواد مذاب موجود در مرکز زمین نیز بسیار بیشتر از لایه‌های نزدیک به سطح زمین است. همین تفاوت دما موجب ایجاد جریان‌های همرفتی و نیز آزاد شدن انرژی از قسمت‌های زیر زمین به سمت بالا می شود. این حرکت نابرابر به سمت بالا باعث تغییر و حرکت کردن صفحات تک تونک زمین می شود. تغییر مکان صفحات تک تونکی موجب سایده شدن و شکسته شدن آنها می شود. سپس روی یکدیگر قرار گرفته و به هم فشار وارد می کند که منجر به زلزله نیز می شود.